من فکر میکنم اگر این قرار یک دفتر خاطرات باشه من تازه نوشتم به نام خدا، به عنوان کسی که شعر رو به نحو احسن تونست اون مطلب رو به شنوندش برسونه. حداقلش این که از نظر کار هنری بخوایم حساب بکنیم، اگر مثمر ثمر نبوده حداقل مضر نبوده برای جامعه هنری. چشمای من چیزی نمونده از نگات، نیستی توی این خونه نمی پیچه زنگ صدات، نفسام کم میارن اسم تو توی لحظه ها، حتی توی ذهن من خالی جای تنها. جاودانه بودن یک کار، موندن یک کار، من فکر میکنم اصلی ترین مسئلهش شعرشه. الان شما نگاه بکن کارای زندگیات فریدون عزیز، کارای زندگیات خایده عزیز، کارای به امید این که داریوش عزیز 120 سال زنده باشه، ابی عزیز 120 سال زنده باشه، کارای جاودانه کارایی هن که از نظر شعر بسیار غنی بودن. بوسه بر انگشت تو هم مثل یه حلقه طلا، غیبت تو مرگ صدا، خودسوزی شوپرقا، بوی تو بوی گندمه، ضیافت سفره ما. حقیقتاً فکر میکنم هر کسی که وارد این بازار میشه، بازار لس آنجلس رو شخصاً دنبال کاراش میرم و دوست دارم بدونم کیه که تو این بازار هست. میدونم هستن امروز کسایی که بگی شهریار، میگن نه من شهریار نمیشستم، در صورتی که من کسی رو که ممکنه یک هفته است در این بازار باشه میدونم کی اومده و کاراشو کرده، 100% آشنایی دارم. لازمه این کار میدونم که بدونی در جامعه هنری چی میگذره. دلم میخواد که خورشیدو از آسمون بیارم، به وقت نگی که من تو رو یه دنیا دوست ندارم. دلیل تمرین صدا و یه سری کارهای سولفژ که دوست دارم در ماشین انجام بدم، معمولا یه دونه استیشن رادیوی آمریکایی رو میذارم و هر ملودی که پخش میشه رو سعی میکنم باهاش اون تمرینای موزیک رو انجام بدم. ای تو همراه امورو چی میشه با من بسازی، به من شب زده شاهد جوری که مسلمه. خب 70 میلیون جمعیت مسلمن خیلی امکان تالنت در شعر و در موسیقی و در خوانندگی مسلمن بیشتر از خارج از کشور خواهد بود. من متاسفانه باهاش آشنایی زیادی ندارم. یکی هست که میگذره از خودش، ببین چه سخت سنگ افتاد تا جوونه شد. 8-9 سالگی تهران بودم، تهران به دنیا بودم، بعد به سوئد رفتیم، در سوئد بودم یه چند سالی، بعد از اونم اومدم آمریکا، در فلوریدا زندگی کردم و در تگزاس زندگی کردم، در میشیگان زندگی کردم، در نیویورک زندگی کردم و امروزم در کالیفرنیا زندگی میکنم. من اومدم تموم کنم قصه تلخ انتظار، بذار که زخم بال تو با مرهم آشنا کنم، خدای غم خاریشمو به عدمون من با کنم. فقط تنها صحبتم به دوستان سوری عزیز تاکسومه که برای این که از روز اول حمایت کردم و لطف داشتن. این شب ما جاری توست، بدون تمام شعر من برای دلداری توست. باید از ایشون من تشکر بکنم در مورد با این مسئله. من حقیقتش نمیدونستم تا زمانی که سیل ایمیل ها شروع شد که شهریار برای چی خانم گوش این شعر رو خوندن. من فکر میکنم کردیت بسیار بزرگیه به من که خانم گوش رو کردن و این شعر رو برداشتن و خوندن. این شعر شعر آقای شهریار قنبری بود که من در آلبوم اولم خریداری کرده بودم و استفاده کرده بودم و گویا ایشون دوست داشتن که این شعر رو بخونن و تنها چیزی که میدونم همینه که این کار اجرا شد و من حقیقتش اگر به دلیل ایمیل ها نبود نمیدونستم که این کار بازسازی شده. سالگی شروع کردم به نواختن پیانو، سن 14-15 سالگی
یک مقدار که خجالت هم بیخ شروع کردم به زمزمه کردم و خوندن. یکی از بزرگترین الگوهای من کریستی برگ، واقعا کارشو دوست دارم، هم از نظر شعر، هم از نظر ملودی، هم از نظر کارهایی که خودش انجام داده. زنده یاد فریدون فروغی، از ستایل، طریقه خوندن و از همه چیز ایشون بسیار لذت میبرم. زیر یه سنگ سیاه دونه زد جوونه، سر در آورد از تو خاک، آسمون رو ببینه، سایه ی سیاه سنگ افتاده بود رو تنه. اینه که بتونم کشورم رو جوری ببینم که الان مردمش آزاد و راحت باشن. تنها خواسته من همینه و به امید روزی که مردم در کشورم راحت زندگی بکنن. هیچ چیز دیگه هم غیر از این نمیخوام. دوست دارم یه عالمه، هرچی بگم آزم کمه، صدای خنده های تو برای من یه مرهمه. دوست دارم یه عالمه، دلم واسه تو میزنه، صدای دلشین تو سکوت غم رو میشکنه. انگیزش یک، در وهله اول اینه که عشق و علاقه به موسیقیه، دو، حمایت عزیزان، سه، دیدن عزیزان در کنسرت ها که با شعرها و آهنگا زندگی کردن. ایمیلی که من میگیرم، من فلان امتحانم رو تونستم قبول بشم با این آهنگ، این آهنگ به من انگیزه داد، یا من فلان مشکل در زندگیم اینجوری حل شد با این آهنگ تو. فرصت جدا نبودن، فرصت دل داده بیهاز، فرصت بیدار امروز، قصه ی پیمان فرداز. ای از اول آشنا رو تو که روشن.